کاری نخود سفید یک غذای مغذی گیاهی سرشار از پروتئین و ویتامین. سلام عزیزان، به کانال من کوک ویت رویا خوش اومدین. حدود 400 گرم نخود داریم که از شب قبل خوب میشوریمش، حداقل برای 8 ساعت میذاریم خیس بخوره. روشو توی فلزی قرار میدیم. صباب نخود رو عوض میکنیم. توی تیک سودپز میریزیم. نخودا را همراه با 2 عدد برگ بو، 2 دونه هل سیاه، 3 عدد میخک و 1 تیکه چوب دارچین که وسط نصف کردیم با 2 قاشق چای خوری نمک و 4 فنجون آب میذاریم بپزه. بعد از اینکه جوش اومد شعله گاز رو متوسط کنیم، 25 تا 30 دقیقه بذاریم بپزه. حدودا سودپزتون 5 تا سود بعد بزنه. صبر کنین تا بخارش کاملا خارج شه. در سودپز رو باز کنیم. برگ بو و هل و دارچین و میخک رو از توش درارین. 1 دونه نخود رو امتحان کنی. وقتی با انگشتتون لهش میکنیم باید کاملا نرم باشه، چون بعدا نخود همراه ادویه‌جات و سس هر قدر هم بپزه نرم نمیشه. این از نخودمون. بقیه موادمون 2 تا پیاز بزرگ خرد شده، 3 تا گوجه فرنگی که پوره درشت کردیم، 4 عدد سیر رنده کنین یا ریز میتونین کنینش، 2 تا فلفل سبز ریز شده داریم، 1 تیکه زنجبیل اونم رنده کنین یا که خیلی باریک خردش کنین. 2 قاشق غذاخوری روغن رو در ظرف گودی میریزیم تا داغ بشه. بعد 2 قاشق چای خوری زیره رو اضافه میکنیم. وقتی زیره به جلز ولز افتاد، پیازهای ریز شدهمون رو اضافه میکنیم. پیازها رو تفت میدیم تا طلایی تیره رنگ بشه. سیر و زنجبیل رو اضافه میکنیم. بعد فلفل سبزمون رو اضافه میکنیم و برای 1 دقیقه تفتشون میدیم. الان نوبت اضافه کردن ادویه‌جاتمونه. 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری پودر تخم گیشنیز، 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز کشمیری و 1 قاشق چایخوری پودر انبر رو اضافه میکنیم. اگه پودر انبه در دسترس نبود، آخری که غذا درست شد آب 1 عدد لیمون ترش رو به جاش استفاده میکنیم. ادویه‌جات رو تفت میدیم تا رایحه خوبش بلند بشه. 2 قاشق غذاخوری آب می‌ریزیم که ادویه هامون نسوزه. گوجه ها رو که پوره درشت کرده بودیم و اضافه می‌کنیم. گوجه ها رو تفت بدیم تا آب گوجه کشیده بشه. 2 قاشق چایخوری نمک رو اضافه می‌کنیم که گوجه هامون زودتر نرم بشن. همینطور که میبینی آب گوجه ها کشیده شد و گوجه هامون سرخ شدن. حالا 1 قاشق غذاخوری پودر دونه انار خوش شده که اینجا بهش اناردانه میگن اضافه میکنی. اناردانه یه ترشی خاصی به غذامون میده که خیلی مطبوعه. همه این مواد با هم تفت میدیم تا جایی که روغن از کنار ظرف از مواد جدا بشه و به اصطلاح غذامون به روغن میفته. الان نخود پخته رو همراه با آبش به موادمون اضافه میکنیم. در ظرف رو ببندیم. برای 15 دقیقه بذاریم مواد با هم بپزه تا سس غذامون غلیظ بشه. بعد 1 قاشق غذاخوری شنبلیله خوش شده رو بین کف دستتون خرد کنین و روی نخود بپاشین. 10 دقیقه دیگه هم اجازه بدین غذاتون جوش بخوره تا مزه مواد با هم قاطی بشه و غذامون جا بیفته. خوراک نخود وقتی از دما بیفته غلیظ‌تر میشه. در این بین تا نخودمون داره میپزه، 2 تا پیاز رو به صورت حلقه نازک میبریم. روش نمک و فلفل قرمز و آب 1 عدد لیمو ترش رو میریزیم. حسابی مخلوطش میکنیم و میذاریمش کنار. این غذا رو با 1 نوع نون هندی نرم به نام کلچه میتونین سرو کنین. کلچه رو روی تابه داغ میذاریم. 1 کم کره یا روغن حیوانی میزنیم که من چون میخواستم غذا وگان باشه از اینا استفاده نکردم. و نونمون رو برشته میکنیم.
خوراک نخود رو در کاسه میریزیم. پیازای ترش و تندمون رو که قبلا آماده کرده بودیم و کنارش سرو میکنیم. روی نخود رو با زنجبیل و فلفل سبز به صورت کبریتی بریدیم تزئین میکنیم. این غذای خوشمزه گیاهی رو با کلچه یا هر نون دیگه یا با پلوی ساده میتونیم سرو کنیم. امیدوارم دوستان عزیزی که رژیم غذایی وگان رو دنبال میکنن از این غذا خوششون بیاد. برای دیدن غذاهای گیاهی و وگان متنوع با من همراه باشین. با سپاس.